درودی درود، خیلی خوش اومدید به یه اپیزود جدید و بمب و خفن و بی‌نظیر از کجا؟ های پیکسل SMP. توی این اپیزود قرار کارهای مهمی کنیم. منتها من حقیقتا دوچاره، حالا احتمال میدم دوچاره کرونا شده باشم، پس اگر انرژیم یکم زیاد بود ببخشید، شاید بقیه کم باشه ولی من زیاد، من مریض میشم زیاد میشم. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. در ضمن شبگردی روزمرگی منو حتما توی اینستاگرام دنبال کنید و حتما توی دیسکورد جوین بدید تا قوره کشی های پیکسل، دوستان های پیکسلی خودتون رو پیدا کنید، دوستان ماینکرافتی، دوستان گیمای دیگه، دوستان شعبه همه جا رو پیدا کنید. بی معطلی بریم سراغ این ویدیو. من واقعا رد دادم و اگه یک روز هم ویدیو نداشتم بچه‌ها به خاطر این بود که خب بالاخره مریض شده بودم نمیتونستم، واقعا الانم مریضم، الان دیگه داره اثراتش بیشتر رو میشه. بریم سراغ کار خودمون. آقا من اومده بودم توی اپیزود قبلی، یعنی کی بود خدایا، یعنی دیروز اومده بودم اینو ساخته بودم، تا یه جای رکورد کرده بودم، ولی چون که حالا دیدم انرژیم کمه تصمیم گرفتم که رکورد نکنم تا انرژیم زیاد باشه و بتونم با انرژی تمام بیام رکورد کنم و بگیرم. پس اینو داشته باشید که این گرفته شده. اینجا هم اومدم که یک سری کارهایی رو انجام دادم. جلوی خونه رو خالی کردم که نمیخوام از این توضیحات دیگه، میخوام برام بیشتر بریم سود کنیم، فایده نداره اینا، این کارو کردیم اون کارو کرد. جلو خونه رو یکم خاکاش برداشتم که دیگه اوکی بشه. اما حالا پیکیم مریض میخواد براتون چیکونه. حالا باید بریم تئوریای مهمی رو که بهم گفته بودین انجام بدیم. یکی این که ما تو این مپ اومده بودیم پامکین پیدا کرده بودیم، درست؟ الان من یه طرفو میگیرم میرم تا بهتون بگم. یکی از بچه‌ها گفته بود که تا 100 بلاکی پامکین وقتی که اینجور جاها اسپان میشه ممکنه که ویلیج باشه. حالا گفته بود ممکنه، من اینجاها پام خدا رو شکر چند تاشو مونده، گفته بود 100 بلاکی هر جا که پامکین باشه ویلیجه، که من هنوزم باورم نمیشه. حالا ما 4 طرفشو میگیریم، 4 طرفشو میریم ببینیم چی هست. الان از این طرف شروع میکنیم میریم تا ببینیم چیزی هست یا نه، و یک صحبتایی هم باهاتون دارم که بعد بهتون بگم که اصلا برای چی این اپیزود داره رکورد میشه، چون هر اپیزود من پشتش داستانی نهفته است. اه ویلیج، الکی دارم گولتون میزنم، اه ویلیج اینا شان خاکه. آقا اپیزود بعدی یه مهمانی داریم که قراره بیاد و نمیدونه خودش که قراره که بیاد، و حالا اگه بگم دیگه یک سری چیزا رو میشه، ولی یک مناسبتی داره که من میخوام یکی رو بیارم که گفتم چرا اس ام پی کسیو نمیاری، قراره که بیاد و قراره که ازش پذیرایی کنیم و خوشحالش کنیم دیگه، چون که حالا دلیلش نمیتونم بهتون بگم چون اگه بگم طرف میفهمه. پس دیگه باید وایسیم اپیزود بعدی اولین ممبر بیاد، اولین. خب این فرضی از این طرف اشتباه شد، تا 100 بلاکی هیچ چیزی نبود، بریم اون بر. چقدر ما بم اینجا سلام به فنا میرم حس میکنم، یه استیک بخورم، استیک دوباره دارم به فنا میرم، سری بریم بخورم صبح بشه وگرنه الان دیگه به فنا میریم. من چرا مریضم بیشتر پر انرژی تر شد؟ اسب پشمام چقدر خوب شد، الان میتونیم برای اپیزودهای بعدی اسبم شواف کنیم. فارمو نگاه کن خدا وکیلی، توی شبم قدرتش داره نمایان میشه. پدر سگ وایس اینجا، وایس اینجا، من فکر میکنم میزنم تو منو بزنی. من شارپنس دارم، یعنی چیز دارم. خب بون میلم گرفتیم، الان میریم که صبح به کارش بندازیم و اولین ویتمون رو برداشت کنیم. بده من هم اینا شالا میذارمش اینجا و میخوابم. صبح شد، باید خودمون آماده کنیم. حس میکنم فرضیه که دوست خوبمون داده بود کاملا یک چرت و پرت بیش نبود، ولی میریم به امیدشون که بالاخره به اون ویلیج نیاز داریم و لوتای خوبی هم گیرمون میاد، سیب زمینی، چه میدونم هویج فلان، خیلی احتمالش اینه که گیرمون بیاد. در ضمن اینو باید بهتون بگم، این خیلی مهمه تا داریم میریم، گفته بودید که اسکای بلاک های پیکسل تموم شد، این واقعا چه کامنتی بود گذاشته بودید؟ اصلا همین کامنتو من خوندم مریض شدم، باور کنید این چه کامنتی بود. اسکای بلاک مگه تموم میشه؟ به هیچ عنوان، من دارم لول اپ میکنم، کامبت فارمینگ همه اینامو لول اپ میکنم که یک دفعه بیام با یه اپیزود بوم. بله اصلا تفکر نکنید که من سری بذارم و ول کنم، به هیچ عنوان اصلا، نه ابدا مبدا. دوست خوبم تویی که کامنت گذاشتی که تا 100 بلاکی فلان هست، همین چرخو بدبخ شبی جوانی های من شدیم. بله دیگه واقعا نبود داداش، فرضی اشتباهی بیش نبود و دیگه کنسله، بعد بریم پی کار خودمونو تنبلی رو کنار بذاریم. میزنم بر این گاو های ململانهی بر شاخساران، به به عالی. خب حالا با این بونومیلایی که گرفتیم باید بیام اینا رو اینجوری کنیم و سپس بیام اینا رو روش بدیم و برداشتشان کنیم. بله بله سیدم گرفتم 11 تا، دوباره میکارمشون و با همش به میخونه میرم. من آهن من دارم، بله آهن هم دارم ولی کمه، من یه آرمور فول نیاز دارم. یه کاریو خیلی دوست داشتم، این که بذارم ویلیجرا بیان بعدش بیام از خود آیرون گولمه مثلا ستمو کامل کنم، خیلی چیز حرکت گانگیه.
برای همین ور نمیدارم کلن، چون به اندازه کافی هم داریم و فقط و فقط باید غذامون رو تکمیل کنیم، یکم این جای غذا رو اوکی کنیم و بعدش بریم سراغ لول اپ شدن. حالا کرافتینگ تیبل رو بذاریم اینجا، اول میخوام یه بخشی رو بذارم برای هی بیل، چی اسمش، اونا رو بذارم خیلی خوب میشه. خیلی هم یکی هم گفته بود آهنگ من چرا همه کامنت ها رو باید جواب بدم، بچه مریضم دیگه، هر بدی خوبی دیدید دیگه در نظر نگیریدش. یکی گفته بود که چرا چیز نمی کنی، چرا آهنگ میخونی؟ دوست خوبم الان اینجوری راحتی؟ نگاه کن، یک دو سه، فنسا رو برداشتیم بذاریمشون سر جاشون، حالا من راه میرم برای اینجا وسایل نیازم آماده میکنم. یا اینجوری خوبه؟ برای گریه کردن آمد یکی دو روزی کافیه، سیاه بپوش برای من اینم برای قافیه، برای گریه کردن آمد یکی دو روزی کافیه. کدوم گزینه؟ قطعا بنویس تو کامنت، همه تون بنویسید تو کامنت تا ثابت بشه به اون دوستمون که کدوم بهتره. آقا بریم بخوابیم، من نمیدونم چرا هی شب میشه، تا من میام راه برم شب میشه. اینجا میبینید گند زدم که اوکی اشکال نداره، برای تولیدات و مصرفامون استفاده میکنیم. حال میکن چجوری استفاده من میکنم از وسایل، چه ایده هایی داره به ذهنم میخوره. الان اینجا رو میام قشنگ اینجوری میکنیم، فقط اینم برابر شد، نه یه دونه کم اومد، و سپس میخوام برای های بیلام یه جایی رو بذارم انبار باشه مثلا، چون های بیل من خیلی دوست دارم، اگه نمیدونید واقعا آیتمیه که عاشقشم به جرئت میتونم بگم. و حالا اینا رو میذاریم اینجا، یه شیبی براش درست کردم که قشنگ های بیل بازی بشه، چقدر داره خفن میشه. به به، این ورم اینجوری تکمیل کنم امو روحی، بعدش بریم سراغ کارهای خودمان. یه دونه فنس هم میذارم اینجا، دو طرفش الان هم اندازه شد ولی یکم متقارن و اینجور داستان اصلا رعایت نکرد. اینم میاد اینجا، این ورم یک لایه میخواهد. حالا یک دو تمام شد و رفت، چقدر خوشگل و زیبا و خفن شد. واقعا من مریض باشم انگار بهتر میسازم. اینجا رو باید برای این اپیزود آماده کنیم بچه، چون SMP نمیتونیم این سوروایولای که دیدید بریم. مثلا شما دید قاعدتا دیدید که مثلا طرف میره آرمور فلان میگیره، بعدش لول اپ میشه میره دایموند میگیره، بعدش ندرایت، اما اینجا خیلی فرق داره. اینجا باید بسته به اتفاقاتی که برامون پیش میاد رفتار کنیم. مثلا من الان یه مهمونی دارم که اپیزود بعدی میخواد بیاد پیکارمیه و من نمیتونم واقعا که برم سراغ دایموند و بعد مهمون بیاد مثلا نگاه من کنه، من دوستم پذیرایی کنم، غذا بدم، آش بدم، فلان بدم، طرف میاد لذت ببره، یعنی چی؟ همین سببه که دارم اینجوری میکنم. حالا تا اینا رشد کنه قایق میسازیم، صبح که شد حرکت میکنیم. برای چی؟ برای ویلیج. چرا؟ چون سیب زمینی نیاز دارم، غذای دیگه و هندوونه و دیگه چی میخواستم؟ هاویج، هاویجم خیلی دوست دارم واقعا. این فقط چرا هی اینجوری گند میزنم من؟ آها آها، بالاخره خوابید، خدایا شکرت. نه بارون که میاد بعضی موقع نمیخوابه، بعد یکم شبتر بشه و کلا این داستانا پیش میاد. صبح بخیر عزیزم. بریم کشتی رو برداریم که واقعا خرزوقمو میخوام برم ویلیجرها را بیاورم، و میخوام همه را ویلیجرها را بیارم درون بدبختی. دوستان همیشه باید ویلیج، من بوی ویلیج همینجا دارم حس میکنم، شاید شما حس نکنید ولی من دارم حس میکنم. سوار بر کشتی باید یه مسیر رو پیدا کنیم بریم قشنگ ویلیج رو بتونیم پیدا کنیم. الان این بخش باید من حالت اسپیدرانی برم که شاید زنبورم اینجا هست، پشمام، باید یه زنبورداری هم به زودی اوکی کنیم حتما. من چیزا میخوام، فقط اینا همشون تایم میخواد دیگه. دوستان خوبم خوب بگردید ببینید ویلیجی اینجا پیدا میشه یا نه. آقا اشتباهی که من کردم این بود که الان نرفتم طرف خونه برم قشنگ مختصاتش رو داشته باشم، بعدش برم یه جایی که مثلا گم و گور شدم آدرس خونه رو داشته باشم بالاخره. و الان بریم خونه، همینجا یه اسکرین شات بگیریم، لیتس گو. تو بذار صبح برم حالا که دیگه اومدم. به به، نه واقعا به به، واکنش به دوست عزیزی که گفته بود پامکینا اگه اینجا مثلا باشن 100 بلاکش اونوره. اگه اینجور باشه ما بعد الان 4 تا ویلیج تا الان دیده باشیم. و کاملا این دوستمون اشتباه گفته بود و اصلا تئوریش ناپایدار و کاملا غلط بود. اینجا چی بود؟ پشمام چه خفن. گلا رو نگاه کن، یاد گلای های پیکسل میافتم، تو اسکای بلک بود، خیلی جالب. وای چقدر زیادن. اینجاست که یه آهنگی که خیلی همیشه میخوندمش براتون رو باید نثار این وضعیت کنیم. میگه که یکی به زبون همه ی گلا اسم تو رو داره میزنه صدا، بهارون بهارون، همه ی شاخه ها دست به دعا، یه بهار دیگه اومده بیا بارون.
بارون. من دیگه دارم رد میدم واقعا. هر کی جای من بود الان روی تخت داشت استراحت میکرد و دیگه یه 3-4 روزی خوابیده بود، ولی من نمیدونم چه مرضی دارم واقعا. من اصلا حالم خوب نیست، منو بگیرید. جدن ولی چرا ویلیج پیدا نمیشه؟ ما الان همه جا رو گشتیم تقریبا ولی هیچ ویلیجی نیست. وای کندو، کندو اصل منظورم اینه که خیلی دوست دارم یه بار با اصل بازی کنم ببینم چه جوریه. واو بیوتیفول، 1.19 هم انگار ورد جنریتش یکم تغییر کرده. بعد اینو اگه با شیدر ببینیم چقدر خفن میشه. به به به، عجیبه، واقعا عجیبه. نگاه کن آجی چه جایی من اومدم. این خود 6 تا ویلیج رو میارزه، ولی هی ویلیجر اینجا نیست. اینم تازه پیش چی بهش میگن، پشت پای ما اومد، چی پیش پای ما اومد، چیه خدای اسمش؟ بذار من همینجا اینا رو، من هیچ کار نکنم بهتره. بزن بریم، لیتس گو بریم که همین توی، اگه همین توی تنگه پیدا کنیم این ویلیجو یا همون روستا رو، واقعا ترکوندیم دیگه. راحت میتونم یه ترن هوایی بسازم، ویلیجرها رو بیارم، بعد دیگه به بچه ها SMP که اومدن بفروشم. عجیبه، واقعا عجیبه. ما رفتیم تو وسط کوه ولی هیچی نیست بازم، اصلا همه جا رو دارم میگردم واقعا ویلیج نیست. همینجا رو بریم بالا ببینیم چه خبره. همینجوری میریم مستقیم، فقط میخوام برم یه مسیر رو بگیرم برم، چون مطمئنم اونورا میاد. اما اینکه همش تو آب باشیم احتمالش کمتره که پیدا بشه. حالا دیگه بعد خدا بهمون کمک کنه اگه بتونیم تو این اپیزود پیداش کنیم، که قاعدتا پروفسور میتونه و همیشه تواناست، خیلی ریوارد خفنی میشه برامون و اصلا خودش ادوانسمنت به نظر من. حالا شاید اسمش نباشه ولی پیدا کردیم رو باید تبریک بگیم. برفا رو نگاه کن، وای اینجا رو نگاه، 1.19 اصلا ترکونده. من نمیدونم چرا انقدر با 1.19 کیف میکنم. برو 1.19 رو هم الان تو کامنت ها بنویس، نمیدونم چرا دارم سر به خرامان قشنگ رو میارم انقدر که نمیدونم دارم کجا میرم، فقط دارم میرم بالا. وای نگاه کن چه جاهایی رو داریم کشف میکنیم با هم. پشمانم، جالب است، جالب است. واقعا جای آقای داوود خدا دوست خالیه که به اینا خرملش کنه، تک تک همه حیوانا رو دیگه زنده زنده میوه خاری کنه. احساس میکنم الان یه اتفاقی برام میفته که نباید بیفته، که داره میفته متاسفانه. و پشمان، من دارم کجا غرق میشم؟ فقط برو بیرون. 1.19 ترسناک بودن خودش هم داره. الان هر کدوم از اینا رو بریم ممکنه که یه دفعه بریم پایین و آره یه بلای سرمون بیاد که بعد یه جوری فقط رد بشیم. جوی آب وسط برف، این آب یخیه، این آب خوردن داره برای بچه. همین که بتونیم پیداش هم کنیم به نظر خودم خیلی خوبه. درسته حالا یه اشتباهی که کردیم این بود که نزدیک ویلیج نساختیم، که اشتباه هم نیست، واقعا چیز خوبی است، فقط باید من الان زنده بمونم. میگیدی؟ وای قلبتو نگاه کن. اینو میدونستید واقعا؟ قلبت وقتی که بری توی برف در این حد قلبت برفی میشه. پشمام، من چقدر دارم یاد میگیرم، باور کن شما هم نمیدونستید. یه جور دیگه رفتم داخل بهمن، قشنگ وسط، انگار مثلا بهمن اومده. من بهمن منظورم فامیلمون نیست، منظورم چیزه، بهمنی که از برفا میاد، مثل سوسمار اومدم بیرون. وای باز رفتم داخل. اوکی بریم، فقط آقا بریم از اینجا، من دیگه برف نمیخوام. دوستان عزیز یک شب کامل من در حال حرکتم و دارم فقط میرم که برسم به یه جایی، واقعا دیگه داره خسته من نمیشه. چرا هیچی پیدا نمیشه آخه؟ یعنی نمیدونم، یه ویلیجی نباید اتفاقی بیاد مثلا طرفم؟ اوی ولی تصورشو که میکنم برای برگشت واقعا اصلا داغون میشیم. باید یه ایدهی حتما بخوره تو ذهنمون که چیکار کنیم اصلا که بخوایم حالا ویلیجرها رو بیاریم بعدن، چون خیلی سخت استارتش زدم. این چیه دیگه؟ این چیه؟ این چیه؟ سیدی که ریت شد برا ما. نگاش کن، این رو هواست. پشما ما اصلا یه دنیای این ور رو نگاه کن، این دایمنده؟ نه، چقدر خفنه اینجا. صد بچه ها اینگاری صد قشنگ درست کردن. بابا واقعا من هرچی میخوام به دید هیجان بهش نگاه نکنم واقعا هیجان انگیزه. هایا جان شلو، من دیگه هیچ حرفی ندارم، واقعا حرفی ندارم اصلا. چقدر جالب اینجا هم مثلا یکم برفه. بعضی موقع میبینید واقعا توی واقعیت مثلا برف یه جاهایی که نباید مثلا برف چی بهش میگن، باریده برف، برفیده برفا، و یکم مثلا باز چی بهش میگن مثلا برای طبیعی شدن این حرکت چشام داره درست میبینه. عجیبه، واقعا عجیبه. ویلیج یافتیم. پشمام چه جایی هم هست، کابل ترین جای ممکنی که میتونست باشه، ولی بازم خیلی خوبه، خدای جاش راضیه. ها
خیلی جالب شد داستان. برگشتمون خیلی دردسر میشه و حقیقتش رو بخواید ما که نصف چیزایی که میخواستیم با خودمون آوردیم. دیگه من بر نمیگردم با اجازه تک تکتون، چون خیلی دوره و اینجا میتونیم خیلی کارهای بزرگتری انجام بدیم. پس میمونیم همینجا و دیگه جامون عوض میشه. پشمام نگاه کن، اینجا اصلا ویلیج نیست که، این راههای رسیدن به سختی بالاست. چی بهش میگن؟ من برم بالا ببینم ویلیج بالای اصلی چطوریه. سلام خوک، توی این SMP ما به خوکا خیلی اهمیت میدیم چون نماد تکنوبلید عزیز است. کشتن خوک توی این SMP ممنوعه بچه ها، در اطلاعاتون بهتون بگم، یعنی کشتنش مجاز، ولی نه، تنها غذایی که باید بخوریم خوکه، این بهتره. بالاخره رسیدم بالا، ولی 4 تا خونه بیشتر نیست. ببینم یه چیزایی به درد بخوری نداریم، ولی که خالیه، خدا وکیلی یه چیزایی داشته باشی. امید هست. یه دونه چستم نداره لامصب. اینجا نداره، اینجا احتمالش یکم بیشتره که اینجا هم نداره. اینور خدا، ایول، عجیبه، واقعا عجیبه. نمیدونم این ویلیج اسمش، واقعا من نمیدونم. بریم پایین چک کنیم، شاید پایینی خبرایی باشه. ولی خدا شکر همه چیزو جدن با خودمون آوردیم. یک سری چیزای ریز پیزر برای خودمون نیاوردیم، همون اصلیا رو گذاشتیم. پرش میترسم گردونه فعال بشه. نه خیر، نمیپریم، ریسک اصلا. چرا حقیقتا یه کرمیم گرفته، دوست دارم بپرم. بذار حداقل اینو بذارم اینجا، اینم اینجا، حالا بپریم. اینجا خدا وکیل دیگه یه چستی داشته باشه که یه چیز به درد بخوری داخلش باشه، امیدوارم. فقط نون این به درد نمیخورن واقعا. البته یک نصف آرمارمون جور شد همینجوری. سویت آپ رو تبریک بگو، ادوانسمنت جدید سویت آپ. اولی لوت نسبتا خوبی داشت ولی خیلی خوب نبود. پوشیمشون اینا رو، ببینیم چست دومی سیب، اینم به درد نمیخورد خدایی. امیدوارم هم این یکی دیگه یه چیزایی داخلش باشه که به درد نمیخورن. ماشاءالله. ما هویج و سیب زمینی میخواستیم که هیچ کدوم نداشت، ولی فکر میکنم با این چیزایی که الان دارم برای اپیزود بعدی میتونم یه مهمونی ریزی داشته باشم و به دوست خوبمون که قرار بیاد تبریک بگم. از فکر میکنم برای این اپیزود کافی باشه و تونستیم اون چیزایی که میخوایم اوکی کنیم. ویلیج هم که پیدا کردیم، میتونیم از ویلیجر استفاده کنیم و بعدش دیگه انجن مانچن تو اینجور داستانا رو به زودی خواهیم داشت. و البته سابسکرایب بیچونون فراموش نشه. امیدوارم که اون پشتو ببینید، اونجا پوتیتو اینا باشه، که حالا بنویسید تو کامنت ها به نظرتون هست یا نه، به برنده بلیت طلایی رو میدم. چون که زیاد بچه حقیقتا الان نمیتونم، واقعا الان همین که سر پام خیلیه. میریم تا اپیزود بعدی، میایم. سابسکرایب بیشون فراموش نشه و من حتی توی حال بدم میگم که شبگردی و روزمرگیم رو توی دیسکورد و اینستاگرام دنبال کنید. من برم یه استراحتی کنم. خداحافظ همگی، دعام کنید بچه ها، بشینید دعا کنید قشنگ. من زودتر خوب بشم، میخوام روزی 3 تا 4 تا ویدیو بگیرم. واقعا فهمیدی که دروغ میگم؟ نه، ولی جدی میخوام زیاد ویدیو بگیرم. خداحافظتون تا بعد. امیدوارم همیشه در مرحله لول اپ باشید.